دونالد ترامپ که انتظار می روید نامزد جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باشد گفته است که روش پذیرش مهاجرین در آمریکا باید تغییر کند من پس از حادثه سان برناندینو خواهان من مهاجرت شده بودم که همزمان مورد تمسخر و خشم قرار گرفتم اما حالا اکثریت می گویند که من درست بودم اگرچه سکوت معقتی است اما ما باید دریابیم که چی مگذرد. ما باید این کار را حتما بکنیم. آقای ترامپ این بار به گونه مستقیم از مهاجرین افغان یاد کرده و گفته است که شمار مهاجرین افغان که در یک سال وارد امریکا شدند به پنج برابر افزایش یافته است. از سوی هم یافته های خبرگزاری اسوسییتد پرس به استناد احسایه وزارت خارجه ایالات متحده این سخنان ترامپ را رد می کند. در ارزیابی اسوسییتد پرس آمده است که طی سال مالی 2015 7200 افغان به عنوان پناهنده و یا ویزای خاص مهاجرت وارد آمریکا شده است این رقم کمتر از تعداد 7910 افغان است که در سال مالی 2014 داخل ایالات متحده شدند در این حال هلری کلینتون رقیب انتخاباتی ترامپ میگوید عامل واقعی اورلاندو کشته شد اما ذهنیتی که فکر او را آلوده ساخته بود هنوز هم زنده است دهشت افغانی اورلاندو ممکن کشته شده باشد اما ویروسی که دماغ او را مسموم کرده بود هنوز زنده است ما باید با چشم باز دست ثابت و اراده تزلزل ناپذیر بالای این ویروس یورش برده و بر کشور و ارزش های خود ببالیم از هم باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده میگوید شواهد روشن از این که تیرانداز اورلاندو از سوی سازمان های دهشت افغان بیرونی وادار به این چنین رویداد شده باشد در دست نیست یکی از مشکلات بزرگ که ما داریم نوع تبلیغات و تعبیرات نادرست از اسلام است که شما در اینترنت شاهد آن هستید که با چی ظرفیت در ذهن افراد خطرناک نفوذ می کند در این حال برای بار اول شورای امنیت ملل متحد از خشونت علیه همجنسگرایان یاد کرده و با پخش یک اعلامیه حادثه دهشت افغانی در اورلاندو را با شدیدترین الفاظ تقبیه کرده است تازه ترین جزئیاتی که در مورد مهاجم اورلاندو به دست آمده است نشان دهد که او در سالهای 2013 و 2014 زمانی که از گروه های توریستی اعلام حمایت کرده بود دوبار از سوی اداره تحقیقات فدرال آمریکا مورد بازپرس قرار گرفت در جریان کشتار دست جمعی روز یکشنبه مهاجم با داعش اعلام وفاداری کرده بود احمد شکیب دوست تلویزیون آشنای صدای امریکا واشنگتن